سلام عمو. با آقا مرفم شو از خونه پرتم کرد بیرون. من که دیگه بچه نیستم، یه چپ و راست بخوابونه زیر گوشم. خودش هم سن من بودش، دو تا بچه داشت. نداشتم اون. اون خونه دیگه جای من نی. واسم تنگه. میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. نباس با آقاد بس و جدل میکردی؟ دوست نداره حرف کسی گوش بگیره، فقط حرف میزنه. عادت کردم بهش بگم چش. ناصر مرد شریفیه، زحمت میکشه. منم باید بیام. بیا امشب یه قسم چیزایی میبینی، بشین خوب فکر کن با منی یا پیش ناصر میمونی. برو بشین اقل. یلا دیگه. سارا یه بار دیگه ببینم چی گفتم. حتا نکنه کسی هم نمیرم چه تو رو در یه یارو اسم جلاله منتظرمونه. حساب کتاب هم اجاره اون داره. از همون جایی که اون میگه میریم، از همون جایی که اون معایم میکنه برمیگه. نادر بازم میگم این بچه آقا خیالتون راحت، چشمان بیشه. بیشتر از این میگفتم انجام نمیدیم. چشم برو. برو ببین دیگه باید زودتر بساط آباده کنین، خودتونم گم و گور بشین. خوش ندارم جلو چشام باشی. کجا بریم آقا؟ من چه میدونم، بریم یک گورستان. یکی بیاد کفش منو تمیز کنه. چاقوفروشی میدونین کجاست؟ چاقوفروشی همینجاست، یه دونه هم سر بازاره. خیلی ممنون. جهرزنی افشار میبندی؟ دوباره بریز. گفت شیش قبوله. قبوله. دو چهار دو اینم چهارش. سه و پنج
چی شد؟ همه چیز انجام شد. تلفن دستیار. میدونستم سعید سالم از اون تو میایم بیرون.
بهتون اونجا راتیسه از سوال مردم بند خدا رو سوزوندی که من آزاد کنیم. بهتر از این که خاندانتون رو بسوزونن. دختر پرویز خان کجاست؟ مهربان خانم؟ بله. نمیدونم، باید خونه باشن. در حال کار درستی نکردین. آدمی که خدا و پیغمبر بشناسه مردم آتیش نمیزنه آشنا خودش رو آزاد کنه. ببرشون اینجایی که بشه زخمشون رو بست. نه آقا، بار خونه. با هم میریم پابوس آقا. شوهرم تو سیاه چاله مهمان کموگو شده. بفرم پشت گاری ده فرار. چی فکر کردی؟ ولی آخه آخه نداره. هی نشستم نگاه کردم آخر اقامت مو شد این. بعد خودم آسین بالا میزنم میرم پرویز خان رو در میارم بیرون. شما بفرما. بفرمایید. دیدی گفتم فریده خانم میدونه کجاست؟ کجاست خانم؟ نمیدونم. بگو کجاست. ازم قسم گرفته تا فردا چیزی نگم. کجاست؟ خونه عطابک. عطابک شرط کرد. نمیشه اینا رو به شما گفت. حرف بزن. عطابک چی شرط کرده بود؟ عطابک شرط کرده بود که مهمان زنش بشه. اوه اوه بکر بد نکن. دم خروبی داشت شما رو توفر میکش برای عطابک رو سخت کنه. حریفش نشدم. به جان پرویز خواستم بشه که من حریفش برید. برید. تون برید. از کوچه پس کوچه های لاله‌زار برید. خوشوبدی جود دل عطابک خاک پاهات سرمه چشمان من دیدرد 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 مهربان کجاست؟ به خدا به پی به پیغمبر ایجادیس بهش چه قولی داده بودی؟ نمیدونم شما چی میگی؟ اخراف میگی؟ زندت نمیذارم. وعده کرده بود بیاد اینجا بهش راه و چارشون بدم برکی بتونی یک کمکی به شما و آقاش بکنه. من پیره من جای پدرشم. این همه سروستات را انداختی که بهش مشورت بدی؟ اونی که این همه سنگشو به سینه میزنی باور بعده یه ازدواج داره. اگه هنوز زنده ای واسه اینی که کارت دارم اینجا تهرونه یه چیزاش فرق میکنه. کثافت و ربا و ریا و آدم فروشی به جاش نیست. به شرف آدم های اونجاست. چقدر بهت بدم دست زن و بچت بگیری؟ چقدر میتونی بدی؟ هرچی که بخوای. شرف
غیرت داری رو کن. واسه اربابی نچشیدی غزل گدایی یادت بره. اربابی با این منش بیشتر شبیه ملیجک مطربایی ترقله است. بر بار آخر ازت میپرسم کجاست؟ کار خوردم بزن، کار خوردم. به شرف نداشتم نمیدونم کجاست. اگه میدونستم میگفتم. بزن دستتو ببوسم، بزن دستتو ببوسم. چی شد نادر؟ همه جا رو نگاه کرد نیست. امشب با همین اطراف باشید. چشم آقا. اینجا خیلی شلوغه. نگه به کار من شک داری میتونی هم مهربانو بپرسی. زنده است احمق. میتونست همه چی یه جور دیگه باشه. میتونستیم الان با مهربانو بریم خرید عروسی با مهران. اینجا رو باید اجاره کنیم. اجاره میکنیم. مهربانو چی میشه؟ اونو دیگه هرچی خانم بگه. همه شهر رو دادم گشتن، فقط دیگه مونده خونه این اشراف بی‌شرف. هر طور باشه فردا پیداش میکنیم. از آقا پرویز چه خبر؟ اونم حال روز خوشی نداره. باید یه کاری براش بکنیم. یه آدم درست چشپاک با درشکی و ماشین برام پیدا کن. برای چه امری؟ میخوام زن و بچه رو به همراه فریده بفرستم مشهد. فردا روز سختی داریم. معلوم نیست چی پیش میاد. عجب ضعیفه بدقلقی ها. دخیل بسه به در نظمیه. ببینم تو خونه و زندگی نداری؟ شب دارم میرم تو هستی، صبح دارم میام تو هستی. میخوای یه لباس فرم بدم قواره تنت بدوزم؟ خدا سایی شما رو از سر ما فقیر فقرا کم نکنه. همین که عمه فهمه یه دقیقه آقامونو ببینیم تا آخر روز قیامت داغتونم. نمیشه خانوم، نمیشه خواهر من، نمیشه. میشه برادر من، میشه تاج سر نظمیه. میدونم که خوش نداری ریخ نحس منو هر روز ببینین. یه گوشه چشمی به این ضعیفه بکنی تا شرش از سر شما کم شه. بار اول و آخرته ها، نشه رویه هر روزه. نمه جان عزیزتو. خیلی خب بیا برو تو، الان میگم بیارم ببینیش. برو.
پدرش بسوزه، کسی که همچه برای سرطا آورد. پرویز جان، پرویز جان خوبی؟ پرویز بودم دارم حرف میزنم. پرویز جان میگم بودم که ندارم حرف میزنم. شما برو خونت ضعیفه، نظمیه ملاقات نداریم. اسدالله خان گفته زود سر و تهشو هم بیارو برو. میگم دارم حرف میزنم. میگم بلاشو برو برو. چشم چشم برو چشم. ببخشید. داری که من تو هفته آسمون فقط تو دارم، هیچ ستاره‌ای ندارم، فقط توی تو نباشه خونه خراب میشه. یارمت بیرون یارمت بیرون. زنم بود، رفیقم بود، همراهم بودی. الانم قصم و سر دلت داری، منو ببخش. مواظب دخترم باش. مهمان خودش بلده گیریم خودش عذاب بکش بیرون. من تو بعد وقتیم که بعد پای خودم باز. جواب خوبی بدیه؟ رحم بهت کردم پررو شدی؟ با تو اون سرباز چرا گرفتی ازت؟ آخه حرف تو گوشش برو نمیرفت آخه سرهنگ. میخوای بندازم از زندان تا یاد بگیری چجوری با مأمور دولت حرف بزنی؟ شوهرم مریضه، باید بره مریض خونه، یا حداقل یه طبیب بیاد بالا سرش. برای این کار باید از عدلیه نامه بگیری. ما اینجا نگهش داشتیم که دوستیش کامل بشه، بفرستیمش دادگاه، اون وقت اونجا خودشون تصمیم میگیرن. کجا؟ دادگاه. آزادش کن بره. برو. بابا باید آماده بویم. برو دست پره زیر سن شما ریستا. ای ها چه خبر؟ شیر یا روبا؟ خدایی شیر. شیر ها پس مایه رو بده بیاد که اسبش وسط گذاشتم. باشه میرم، فعلا ما رو راه بنداز تو. بعد نه نسیه نسیه نداریم. پاشو برو بیرون بینم ازا. برو بیرون از اینجا. بابا خوردم به خنس دونه تو پس میدم. باره از اینجا بیرون. خونه چی رو بخوای پس بدیم؟ مخلص رو مردم شکلی کنم بولم زنم بارتم کنم خالیم. بارا بیرون قصاصن کنه و اصفت تعریف کنه. من پولم میخوام از تو هر قوت تو ببر. بابا این ندارم. شخم محره چه گرفتی قبه چی؟ ای بابا ما داشتیم اختلاط میکردیم. اتفاقا من اومدم اختلاط کنم. اختلاط داری؟ اختلاط داری؟ شما اختلاط داری؟ اختلاط داری؟ من دارم. از این به بعد کسی تریاک دست این بچه بده جفت کتاش خودم میندازم. ما که میخواستیم یه نونی به آقا برسونیم. چه نونیه مردستابی؟ دهنه تو قدر نربکی وا میکنی کتریه حرف بزنی. این اون از سگ نجستره. تریاک مغز رو زایه میکنه، بدن رو فرسوده. خلاص سب کن تو چرا داری واسه این توضیح میدی؟ این آقا چی کاره ما باشن؟ برده هم خشین این رو خوشون تریاک فروشن.
کامیون کامیون تریاک میاره تو ترمون. همین آقا خودش عمده فروشه. ببینم ما چجوری زندگی کنیم؟ وقت گیر دادم با خورده فروشا. یک کلمه از ما بشنو. ما شوهر آتیش به بخت خودمون بزنیم ولی خودمون تو اون پس میدیم. تو چجوری میخوای تو اون پس بدی که آتیش میزنی به خرمن خرقلا، جیباتو پرپول میکنی و ما میسی تماشا؟ تو چجوری میخوای تو اون پس بدی؟ من نیومدم با تو کل کل کنم، اومدم سراغ مهربانو رو بگیرم. اصل خواهره باره نیا. من چه بدونم کجاست؟ مگه ما میگه کجا میخواد بره؟ نادر، خانم نیستم؟ کجا؟ نه ترس مرد، ولی آن نسبت به اون سیبیل قیتونید مردی. بیا تو. وقتی خانم نیستم صلاح نیست من اینجا باشم آقا. حول برد نداره، هر روز قبل از طلوع خورشید میره سر مزار عزیز کردش و تا زور نمیاد. نگران نباش. عرض ارادت. خدا رحمت کنه همه رفتگانو. ببینم چیزهایی رو که بهت دادم چطور بوده؟ دست مریضاد آخو، دست مریضاد، حکم طلا رو داره. گل جنسا رو بهت دادم. عرض ارادت قربان. میگم بیشتر برات بیارم. حالا بگو ببینم اینجا اومدی چی کار؟ حرفت چیه؟ بگو. نمیدونم، خبر قابل عرضی هست نیست؟ بگو. خانم گفتن چند تا مأمور از نظمیه بیارم اینجا. اون وقت بشه منظور؟ گفتن بیان باغچه رو زیر و رو کنن، گفتن یه جسد قراره پیدا کنن، گفتن هم برای وچه من خوبه هم برای نظمیه و نظمیه چیا. یه چیزیه که میشه داستان ثابت تمام روزنامه ها و مجله ها. حروم ساده کسی رو نمیخواد بیاری. ولی خانوم اون با من، تو میری و منتظر میمونی، مأمورم بیاری نواسه گشتن و زیر رو کردن باغچه، واسه کاری که من میگم. آقا من عقلم به کارهای پیچ در پیچ و مسئله دار قد نمیده، من جواب خانومو چی بدم؟ کاری نمی کنی تا من بهت بگم. گفتم خانومم با من، اینو که دیگه حالیته. برو. چشم.
من معمولا تو کشور شما پیش طبیب نمیرم، ولی تعریف شما رو خیلی زیاد شنیدم خانم فروغ زمان مصطفی. لطف داری؟ خواهش میکنم. البته میدونین اینجا هوا یه جوری ناگهانیه، منظورم اینه که سرد میشه گرم میشه. الان هم که خدمت شما هم یه قبلا همدیگر رو دیدیم. بله همینطوره، من دوست پدرتون هستم. عطابک خانم منو فرستادم پیش شما. چیزی نیست، یه سرماخوردگی ساده است. چند روز استراحت کنید، مایعات زیاد بخورید. عطابک، تو آبروی این خاندان رو بردی، نذاشتی کفن بچه این من خشک شه. شکو چی میگی؟ خفه شو، وقتی من حرف میزنم حرف نزن، موجود بی لیاقت کثافت. اینجوری با من حرف نزن. تو چطور تونستی تو چشمای قاتل پسر من نگاه کنی و بهش پیشنهاد ازدواج بدی؟ چطور؟ شکو جان، من که به کسی پیشنهاد ازدواج ندادم که. با گردن توی کثافت فرو رفتی عطابک، حقت بدم توی همین حیات فلکت کنن. خواهر جان، من نوکر شما نیستم که داری اینجوری با هم رفتار میکنی. اگه نوکرم بودی اینقدر دست عصبانی نمیشدم. این که هم خونمی تو پسر بالاست، ازت متنفرم. میدم تو باغچه همین خونه دفنت کنن، با یه اشاره میتونم بفرستم سینه قبرستون کنار قبر همون زن بدبختت که خاکش کردی. تو موجود بی‌لیاقتی هستی. نه این که شدی، بودی. نه دیگه، تو دیگه نمیتونی واسه من تعیین تکلیف کنی. خیال کردم مهراد که کشته شد محشر کبرا را میندازی که ننداختی. خیال کردم بعد از اون قتلی که انجام دادی آدم میشی که نشدی. بعد از مرگ پدر بزرگ این خاندان من بودم. هیچ خیانت و خائنی رو بی جواب نذاشتم. تو چه کردی؟ تو چسبوندن بس به وافور، بی غیرتی و نامصبی هم تا چه حد؟ حالا که با نشون کرده مهراد حوض تخت نرد کردی. با
قاتل پسرم. مگس صفتی؟ مگسه که سر هر قندی که میشینه فصله میدازه. بزرگت کردم، با اینکه سنت ازم بیشتر بود، زنت دادم، شغلت دادم، خونت دادم، دربار و وسط خریدم. تو همه این سالا فقط باختی و باختی و باختی و من تاوان دادم. گند صفت، گند آب، حقیق، ملعون.